شما بیننده ویژه برنامه سفره عید از تلویزیون جهانی اصلاح هستید. ممنون و منتظر نگاه های مهربانانه شما خوبان که از ابتدای برنامه تا اینجا با ما بودید. انشاءالله که از داشته های برنامه تا اینجا استفاده کرده باشید و مورد توجه شما خوبان و عزیزان قرار گرفته باشه. یقینا روزهای عید بحث خوشی هست و بحث صمیمیت، بحث تقدیم نمودن محبت ما به دیگران هست. انشالله که همه تلاش بکنیم که از این فرصت ها استفاده بکنیم و آغازی باشه برای خوبی ها و خوشی های ما انشالله. باز هم به ادامه برنامه آمدیم در منزل الحاج غلام محبوب زیارتجایی، یکی از متنفذین ولایت هرات، یقینا از جمله شخصیت هایی که با کولبار از تجربه هستند و از جمله غنیمت های روزگار. اما چه خوب هست که از صحبت‌هایشان خصوصا در روزهای عید و عیدهای گذشته و در طول عمر دوران کودکی که داشتن صحبت بکنید. خب چه خوب است یک سلام علیکی داشته باشیم. جناب آقای زیارتجایی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و عید سعید فطر خدمت شما تبریک عرض میکنم. و علیکم سلام. اولا تشریف آوری شما کارمندان رادیو تلویزیون اصلاح را به خانه خیر مقدم میگم، خوش آمدید میگم. سلامت باشید. عید سعید فطر به تمام هموطنان افغانستان، خصوصا ولایت هرات، تمام مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خداوند بزرگ یک عیدی میخواهیم که مملو از صلح، صفا، صمیمیت و آرامش باشه در سر تا سر دنیا، خصوصا افغانستان. بسیار خوش آمده. سلامت باشین جناب آقای زیارتجایی. از عید امسال بگیم، چگونه عید آغاز شد برای شما و تا اینجا چگونه سپری شده و مقایسه این عید با عیدهای گذشته؟ خب، به نام یاد خداوند بزرگ، عید کو همه وقت عید است که واژه عید کو یعنی معنی خوشی و معنی محبت و معنی دوستی، هم دیگر پذیری. عیدها همه فرق میکنم. خیلی خوشحال شدیم که همین عید یک در کشور عزیز ما، در عالمی که جنگ بود و انتحار بود و انفجار بود، همین سه روز عید هم از طرف دولت و از طرف مخالفین دولت یک آتش بس شد که مردم بتوانستم به این دید بازدیداخ و همین انعناتی که داشتم به جا بیارم. یکی از صفات همین عید امسالی ما شد که همین آتش بس کنینی شد. و دیگه مونده مردم در عید گذشته در حالت مرض کرونا قرار داشتم که نو کرونا شیوع کرده بود، به او عید خیلی دید و بازدید نکردم. و عید دید و بازدید مردم زیادتر و میره محبت ها پیشتره و سله هرم پیشتر به جا میارم. از تمام مردم خواهشمندیم که دید و بازدید ها خور هرچی پیشترم بکنم بهترتره، میره محبت ها پیشتر شه، صلح و صفا بیایه، عقده ها کم شه، فاصله ها کوتاه شه، با هم دیگر بشینم، محبت کنم، دوستی کنم، خیلی بهتر. بسیار عالی. اما چقدر ما باید تلاش بکنیم که این دید و بازدید ها رو بیشتر بکنیم، بریم سراغ عزیزان ما در این روزهای عید که هست و تلاش بکنیم که از این فرصت استفاده بکنیم که خوشی ها رو برای دیگران هم به وجود بیاریم؟ اولا که در اسلام که ما شما هم مسلمان، مکلفیت های داده شده که اولا که ای که هر کدوم ما مسئولیت های داریم که در بیبود وضعیت کنینی کشور، در آوردن صلح، در آوردن صمیمیت، در آوردن روابط بین اقوام و فامیل ها، اینا ما کوشش کنیم. و بیتر از اینه که ما اول سر به فامیل های یتیما، صغیرا، بیوزنا، فامیل های شهدا بزنیم که روز عید از اونا خبر بگیریم و با خبرگیری از اونا به اونا بتنیم یک کمک و معاونت بکنیم. اما اگر به یک موضوع دیگه نگاه بکنیم که انمی عید آغاز باشه برای خوبی ها و خوشی های ما، همیشه ما خوب و خوش باشیم و عیزان خود در کنار خود داشته باشیم، چقدر کار خوب پسندیده؟ خوب به همگان معلومه که کار خوبیه. دیگه ما میگه چی کار از خدا چی میخواه چشم بینا. ما ملتی که در مدت 42 سال در آتش جنگ ساختیم که هنوز هم انتحار و انفجار و جنگ و ترور و اختطاف در این وطن بیداد میکنه. اگر یک صلح، صفای، صمیمیت، برادری به وجود آید، حس وطن دوستی به ما به وجود آید، مردم احساس مسئولیت کنم از کلون تا بخورد. این نیه که تنها ولی مسئولیت داره در این ولایت،
تنها قماندان امنی مسئولیت داره، ما هم به نوبه خود مسئولیت داریم، شما هم مسئولیت داریم، هر کس از خانواده خود گرفته، از خود تا خانواده تا جامعه تا منطقه خود تا بالاخره در سطح دنیا مسئولیت داره، هر کس نظر به مو قدرت و صلاحیتی که داره به مو اندازه مسئولیت هم داره که باید در رفاه و بهبود کشور، در رفاه و در آوردن صلح، در انکشاف ترقی، در همه عرصه‌ها او پیش قدم شو بتونه یک خدمت برای جامعه و برای مردم خود کرده باشه. دقیقاً. از خوشی‌ها در روزهای عید بگیم که در دوران کودکی چه چیزهایی میتونه شما در روزهای عید خوشحال بکنه و حال چه چیزهایی میتونه باعث خوشی شما در روزهای عید خوشحال بشه؟ در وقت کودکی وقتا جنگ نبود، گپ و گفتی نبود، ما که به سن 12 الی 13 ساله بودم که 24 هوی تهران 1357 شروع شد. دیگه از اون روز ما روزهای خوش ندیدیم. جلو از اون که یعنی سن 10 ساله بودیم و 8 ساله بودیم، خوشی های اید اول حینا کردن دستا بود و به حساب ایدی دادن فامیلا بود که ما ایدی میدادم، کاکا با ما ایدی میداد، پدر ایدی میداد، ماما ایدی میداد، و میرفتیم به خونه های اقوام میگشتیم، با ما شیرینی توزیع میکردم، محبت میکردم، خیلی صمیمیت بود، دوستی بود، اینا بود. از وقتی که انقلاب شد و به حساب انقلاب 24 هود شد و اکثریت مسلمان ها شهید شدن و بعضا بندی شدن و بعضا دستگیر شدن و مردم به انواع و اقسام شکنجه ها دیدم، اون ایدی که خواسته باشیم اید باشه، اگر به 10 خانواده اید بود، به 100 خانواده ماتم بود، یا شهیدی داده بود، یا جنگی بود، یا گرفتار بند زندان بود، یا غریب بود، یا فقر بود، هر گپی که بود فقط به یک عده مردم اید بود، به همه مردم اید نبود. و امیدوارم که از این به بعد مسئولین دولتی ما، رهبرای جهادی ما، قماندانهای مطرح ما، سیاستمدارا ما این درک بکنم. من همه غربینه از پشت همین تریبیون میگم که تا حال هرچی کردیم همه بستمونه، اگر خوب کردیم و بد کردیم او رو تاریخ قضاوت میکنه. اما بیاییم که از امروز احساس مسئولیت کنیم، از امروز بفهمیم که امی اولاده که امروز به امی هر جا شهید میشه، ای خواب سمت طالب شهید کشته میشه، ای خواب سمت دولت شهید میشه، چه خواب او بر شهید میشه، همی هر دوتا اولاد همی وطنه. بیاییم که به خاطر خدا یک همبستگی و وحدتی به وجود بیاریم که یک عید همگانی به افغانستان بشه. یک روز اید نداشته باشیم، سه روز اید نداشته باشیم، سالها رو اید داشته باشیم. کشورهای همسایه ما چند سال جنگ داشتن، مثل تاجیکستان. آخر خور درک کردم، اما جای تأسف و تأثیره که امروز ما ملت افغانستان هنو ملت نشدیم و خور هیچ وقت درک نکردیم. اگر تلیاردر هم شدیم هنوز بس نکردیم، اگر هزاران نفر بدیگارد هم داشتیم بس نکردیم، اگر قدرت نصف افغانستان رو هم داشتیم بس نکردیم. پس هم خواهشم از تمام مسئولین، از تمام طالب صاحبا، از ارکان دولتی همینه که به خاطر خدا و به خاطر اون مادری که طفل خود را دست میده 20 ساله میکنه به رخشویی، به نانویی، به بدترین فقر ارکلون میکنه، به یک حمله هله بله، به یک منگذری از دست میده، به خاطر از او درک کنم که به چی از او، به چی از اونا هیچ فرق نداره. اگر امرو به چه از اونا به خارجه، اولادای اینا به خارجه، خانه اینا به خارجه، اما روز من میگم کمی آتش دامن از اونا رو میگیره. همه که گفت آدمیزاد اعضای یک دیگرن، چو در آفرین نیست یک گوهرن، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوا را نماند قرار. تو که از منت دیگران بیغمی، نشاید کند نام تو آدمی. من نمیدانم که وقتی که من از منت دیگران بیغم باشم، از کجا انسانیت، از کجا به من آدمیت گفته میشه، از کجا من میتونم بخور بگم که من یک شخص مسلمان و مؤمنیم. پفلازا خواهشم اینه از تمام مردم افغانستان، از هر کسی که در می افغانستان اسکان پذیره و طبیعت همی افغانستان رو داره و به می افغانستان، از می خاک افغانستان استفاده میکنه، از آب و هوا استفاده میکنه، اون مکلف در به وجود آوردن صلح. دیگه رد از این منافع های شخصی خود اله کنیم، همه باید اله کنیم. نه، تشکر از شما. واقعا یک ایدی بشه به مردم انشالله. و این احساس شما ستودنی هست انشالله که تحقق پیدا کنه، این امید و آرزویی که دارین. جناب عیسی، خب شخصیت شما با این که همه معرفت داریم، شخصیت متین و آرامی هستین. حالا میگن کسایی که بزرگ میشن آرام هستن، در دوران طفولیت
کمی شوخ و بازیگوش هستن. ای که قضاوت رو به خود شما میگذاریم، چقدر در دوران طفولیت خصوصا روزهای عید شوخی میکردین و به اصطلاح اذیت میکردین مادر جان، پدر جان یا برادرها؟ ایته بوده که خدا بیامرزه پدر ما که اونا پنج خانم گرفته بودن، ما بچه های خانم پنجم اینا بودیم، کمیت عزیزدانه بودیم. پدر ما خدا بیامرزم کمیسر به وقت ظاهر خان و کمیسر مرز بود از متعنی مورچاخ تا به کلات نظر. دیگه به اون وقت و زمان ما با چای مستنی بودیم، ما خیلی نازدانه هم چکرد بود، خیلی شوخی میکردیم، خدا بیامرزه خیلی ما پربزی میکرد، خود یاد میدیم، شوخی میکردیم، رو به عذاب میکردیم، منطقه ما نوازش میکردم، بار میداشتم شوخی هم رو. خب هر کس در سن طفولیت خود یک شوخی و مذاق داره. عیسی از نازدانهی گفتیم، نازدانه بودین، حال هم نازدانه هستین یا خیر؟ حال نه. هیچ وقت نازدانگی نکردیم، نه دیگه آدم. دیگه وقت نازدانگی ما انقلاب ما رو بشکستند دیگه. در اول انقلاب پدر را دست دادیم. در میان انقلاب که سن من 18 و 16 بودم، دو برادر خود را دست دادم به نام شهید قلندر شاه و شهید عبدالعظیم که تصویر های نمجگا مشخصه. دیگه از او وقت ما مسئولیت جبهه هم بودید شما شد، مسئولیت خانواده هم، خانواده هم یک خانواده خیلی بزرگی بود. من نفهمیدم که کی جوان شدم و کی پیر شدم، هیچی من احساس نکردم. دیگه نزدانگی ما بین رفت. خب خداوند که انشالله عمر با عزت به شما بده و همیشه موفق باشیم. اما یک سوال دیگه ای که فعلا چه آرزویی دارین؟ آرزوی شما برای فعلا چی؟ آرزوی ما فقط آرزوی ما که آرزوی همه ملت افغانستانه از هر کس که پرسیدن کنیم میگه چی آرزو داریم؟ میگه آرزوی آرامی، آرامش، صلح، امنیت، برادری، برابری، مساوات، آنچه انکشاف، پیشرفت. چرا ما از کی میمانیم؟ که امروز بهترین جوان ما برای ایران مزدوری کنه، برای پاکستان، برای به آبها غرق شه، برای به یونان، برای به آلمان بره، که همه به چشم حقارت ببینن. ما همه چیز داریم، معدن داریم، زراعت داریم، جوان داریم، بلندترین نیروی جوانی انسانی داریم ما که هیچ دنیایی نداره. بهترین مغزای متفکر داریم، همه داریم، فقط یک چیز که داریم آرامش نداریم، امنیت نداریم. خداوند از خزانه غیب خوب دل همه ما رو آرام کنه و نرم کنه تا بتونیم یک امنیت، یک صلح صفای بی وطن بیاریم. تا خود ما حرکت نکنیم بیگانه با ما کار نمیکنه. این وظیفه اصلی عمومی شما. تشکر از شما. آخرین پرسش یه هست که در روزهای عید و فرارسیدن عید بزرگان فامیل که در رأس فامیل هستند دیگه همو کیسه ها یا جیبشون خالی میشه از عیدی دادن. شما چقدر در عید عیدی دادین و چقدر عیدی گرفتین و کدام یکی از این دو گزینه شما رو خوشحال میکنه؟ باور کنیم که عیدی کال به ما کسی نمیده، منتها همی عیدی دادن خیلی من خوشحال میسازه، به خاطر که اگر به کسی آدم دست خود دراز میکنه یک کمک معاونت یا تحفه دراز میکنه او خیلی خوشحال میشه و ما از این کار خیلی خوشحال میشم. اگر خدا به ما توانایی بده بیشتر از این میدم، منتها ریه ای نشه. من شب عید به قریه رفتم و اکثریت فامیلای شهدا و فامیلای غریب و بیچاره اما در حد تمام خود دیدم. انشاءالله که همیشه موفق باشیم، این توانایی در شما باشه که توفیق هم خداوند بده که همونطور گفتین خدمت بشه برای جامعه. تشکر میکنم از شما. اگر به منظر دوستان و فامیل نرفتین و مسئولیتی بوده یا دوستایی دارین خارج از کشور هستند، کمره ویژه برنامه سفره عید تلویزیون جهانی استاد در خدمت شما هست که میتونیم پیام خودمون ها برسن. و پیام به همه دوستان، برادران، مسلمانان، به همه کسانی که عید و به این روزهای عید ما به اینا رسیدگی کرده نتونستم و پشت تلویزیون به اینا میگم که عید همه شما مبارک باشه، همه روزهای شما عید باشه و خداوند شما سرسبز و صحتمند و سرفراز داشته. تشکر از شما که وقت خود برای ما و بیننده‌های عزیز داریم. تشکر از شما که قدم رنج فرمودیم اینجا آمدیم و از ما سر زدیم. خیلی خوب، وظیفه ما سلامت باشید. خدا شما صحتمند. تشکر از شما. زنده باشید. خب بیننده های عزیز، صحبت های عزیز صاحب زیارت جایی بود که واقعا همه جان که ما وقت صحبت شد و مصاحبه شد آرزویشان صلح و آرامی بود. گم شده ای مردم افغانستان، انشالله که این پرچم سفید که به نام صلح هست و
روزی به افغانستان تحقق پیدا بکنه و روزی کی باشه به همین نزدیکی ها و به همین زودی ها که هر کدام از ما و مردم افغانستان تشنه صلح هستند. انشاءالله به امید و آرزو یک افغانستان مترقی، آباد و سربلند. برنامه سفره عید ادامه داره. باز برمیگردیم و با ما باشید.